نظام طلسم شکسته و زهر خورده ولایت فقیه این روزها از بالا تا پایین مقاماتش آنچه درون این نظام جهل و جنایت نهفته است را از سر ناچاری بیرون می‌ریزند. وضعیت آنقدر وخیم است که سعی می‌کنند با برملا کردن مکنونات واقعی این رژیم بر اساس منطقه کی بود کی بود من نبودم، به نحوی به جای مجرم خود را جای مدعی بنشانند، غافل از اینکه همه آنها سر و ته کرباس نظام سرکوبگر و چپاولگری هستند که در حفظ آن به هر قیمت منافع مشترک دارند و تنها دعوایشان در سهم خواهی، در غصب حاکمیت و غارت اموال مردم است. اما آنچه در این بین به سود مردم است برملا شدن حقایق و اسناد این جنایت هاست. این بار اما آخوند موسوی لاری، وزیر کشور خاتمی، که در قیام 78 دانشجویان با حمله به وی و برداشتن عمامه و شکستن شیشه خودرو این آخوند او را فراری دادند، مجبور به اعتراف شده است. روزنامه اعتماد 13 اردیبهشت نوشت موسوی لاری گفت که این که گفته می شود 63% در این ثبت نام ها درآمد خود را زیر 600 هزار تومان اعلام کردند و 16% هم زیر 800 هزار تومان و درصد کمی درآمدشان بالای 1 میلیون است، اگر این آمارها درست باشد واقعیت تلخی برای جامعه ماست که جامعه من از این وضعیت اقتصادی برخوردار است و مردم هم دیگر اعتمادشان از بین رفته است. دولت گذشته 800 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را چه کرد و فساد 3000 میلیاردی چگونه شکل گرفت و چرا این شرایط به وجود آمد؟ اعتماد مردم عبارتی است که این روزها چپ و راست از جانب سردمداران رژیم بیان می شود و نگرانی خود را از این مسئله ابراز می دارند. رژیمی که ادعای پشتیبانی مردم از نظامش گوش جهان را کر می کرد، حالا چه شده است که درست برعکس از بی‌اعتمادی می نالد؟ بی تردید در شرایطی که بحران لاعلاج رژیم را فرا گرفته است، سردمداران رژیم به خوبی می فهمند که معنای بی‌اعتمادی چیست. آنها نگران تبعات قانونمند آن در حرکت‌های بعدی جامعه محروم ایران هستند. این ترسی است که مجبورند به آن اعتراف کنند. موسوی لاری در ادامه این ترس را به روشن‌ترین وجه بیان می‌کند. فضای امنیتی در 8 سال گذشته جواب نداده است. موسوی لاری می‌گوید شاید باز کردن درها نتایج بهتری داشته باشد. او و همپالگی‌هایش می‌فهمند که دیگر آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. رژیم زهرخورده ولایت دیگر توان حفظ آن فضای امنیتی را ندارد و اگر هم درها را باز کنند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. برای همین است که با احتیاط می‌گوید شاید بهتر باشد. به عبارت دیگر او با فهم ضد انقلابی می‌فهمد که این باز کردن درها در نظام ولایت فقیه به شکست طلسم اختناق و برخواستن عنصر اجتماعی و قیام راه می‌برد. این همان بحرانی است که تمامیت رژیم اسیر آن است.